برای گفتگو در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا از لندن همراه ماست. خانم طبری، بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحادیه اروپا، پنجشنبه 11 دی ماه ساعت 11 شب به وقت لندن به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. این خروج از اتحادیه پس از 11 ماه دوران انتقالی تکمیل شد. در این دوران انتقال چقدر اون چالش‌ها و موانع برطرف شدند؟ خیلی کم به نظر من، برای اینکه نمیدونستن، بیزنس ها نمیدونستن که آیا قراردادی گرفته خواهد شد، این قرارداد چه خواهد بود، چه کارهایی باید بکنن، آیا کالاهاشون قراره ترخیص شه در مرز، آیا قرار نیست ترخیص شه. بنابراین اونطور که باید و شاید اون آمادگی کامل وجود نداشت تا وقتی که فهمیدن قرارداد با اتحادیه اروپا چیست. ولی با این حال میتونم بگم که یک مقدار تدارکات مقدماتی انجام شده بوده و یه مقداری شاید دیگه به درد نمیخوره، چون اگر بریتانیا بدون هیچ معامله میامد بیرون، خب خیلی برای رفت آمد کالا در بین بریتانیا و اتحادیه اروپا دشواری به وجود میامد. ولی حالا با این قراردادی که گرفته شده، کالا میتونه بدون گمرک بین دو کشور رفت آمد بکنه. تنها چیزی که هست اینه که خب مثلا قراردادی که خانم می نخست وزیر سابق بریتانیا میخواست ببنده، بریتانیا رو در حوزه گمرکی اتحادیه اروپا نگه می‌داشت، در نتیجه اصلا ترخیص کالا در مرز معنی نمیداد. ولی الان به خاطر اینکه استانداردها با اروپا یکی نیست و بریتانیا در حوزه گمرکی باقی نمونده، باید کاغذهایی داشته باشه که اون کاغذها چک بشه در مرز. ولی میخوام بگم که از حالا شروع کردن به این که از نظر با تکنولوژی به اصطلاح یه کاری بکنن که این کاغذها در این به اصطلاح مدارک در مرز دیده نشه. یک بارکدایی میذارن روی کامیونا که این بارکدا نشون میده که کاغذاشون درسته، ولی خب همه این رو ندارن فعلا. ولی رفته رفته این به دست درست میشه و خیلی عبور و مرور آسان‌تر میشه. ولی تا چند هفته، شاید تا چند ماه، ما شاهد به اصطلاح صفای طولانی در مرز دوور و در مرز کاله و حتی در مرز بین انگلستان و ایرلند خواهیم بود، برای اینکه ایرلند جزء اتحادیه اروپا باقی مونده. خانم طبری، در این دورانی که بریتانیا عضو اتحادیه بودش، چقدر این کشور به اتحادیه متکی بود و چقدر اتحادیه از حضور این کشور در این اتحادیه اروپا سود برد؟ ببینید، به نظر من، چون من کسی هستم که طرفدار موندن اتحادیه اروپا، موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودم، بنابراین شما از کسی دیگه ای سوال کنین ممکنه نظر دیگه ای داشته باشه، ولی نظر من این هستش که بریتانیا و اروپا به طور مساوی از همدیگه استفاده کردند و بهره بردند. ببینید، خانم تاچر یک قرارداد خیلی خوبی تونست از اروپا بگیره که خیلی به نفع بریتانیا شد. یک پولی رو که میباست بریتانیا بده، به خاطر اینکه به اصطلاح بریتانیا یک کشور کشاورزی نبود، اون پول رو کم کردش. بهش میگن ریبیت، به اصطلاح پول رو اتحادیه اروپا به بریتانیا میداد. بنابراین دائم در حال مذاکره بودن برای اینکه به اصطلاح یه تعادل به وجود بیاد در استفاده از هم دیگه. ولی مسئله برکسیت به نظر من با یک مقداری به اصطلاح اغراق در اینکه چرا بریتانیا به اصطلاح حاکمیت خودش رو نداره، این اصلا مسئله بیمعنیه، چون شما اصلا وقتی قرارداد میبندین، قرارداد یک معامله است، شما میدین میگیرین و هیچ کشوری حاضر نیست که کمتر بگیره بیشتر بده. بنابراین همیشه در حال مذاکره هستن، همیشه در حال ایجاد تعادل هستن. الانم که بریتانیا از اتحادیه اروپا اومده، بخش سرویس و مالی بریتانیا که 80% اقتصاد بریتانیا رو تشکیل میده، و میخوام بگم این یکی از موارد اختلاف بریتانیا با اتحادیه اروپا بوده، حالا راجع به اون بعدا صحبت میکنیم، ولی الان بخش مالی و بانکی بریتانیا خیلی نگران و ناراحت هستش و دولت قول داده که با اروپا در مورد این به یه توافق جدید برسه. و بسیار مسائل دیگه هستش که در حال مذاکره خواهد بود. یعنی شما تا سالها میتونید بپرسید که این مذاکرات در چه مرحله ایه.
بریتانیا حالا حالا ها با اتحادیه اروپا مذاکره خواهد داشت و این مذاکرات بر سر مسئله آموزش، بر سر مسائل بانکی، بر سر مسائل سرویس که بریتانیا یکی از مهمترین کشورهاست در مورد مرکز بودن مسائل بانکی و سرویس و قانون. ببینید چین، بریتانیا ششمین صادر کننده به چین هستش. چین بسیاری از قراردادهای مالیش در بریتانیا است، یک اقتصاد بزرگ دنیا. به طور مثال بخوام بگم خیلی از پولها، خیلی از سرمایه های سپاسگزارم خانم توری. فرصت بیشتر نداریم، در روزهای آینده باز هم مزاحمتون خواهیم شد. ممنون از همراهیتون. خواهش می‌کنم.